پیاده رو فروشی با سد معبر فرهنگ. قدس با نگاهی به آیین‌نامه‌ای ضد قانون، غفلت متولیان شهری را بررسی می‌کند. شمقدری مسئول جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف خراسان با اشاره به اینکه پیاده‌روها برای رفت و آمد همه مردم طراحی شده است و سد معبر یا استفاده شخصی از آنها حق و ناس محسوب می‌شود، می‌گوید از سال‌ها قبل هر دستفروشی که سد معبر می‌کرد و یا هر مغازه‌ای که مقداری از اجناسش را بیرون از مغازه قرار می‌داد، شهرداری طبق قانون اموالش را ضبط می‌کرد. اما حالا پس از تراکم فروشی، الیت و اخذ عوارض از خیابانها، چشم شهروندان به پیاده رو فروشی هم روشن شده است. نصرالله پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یکی از خدماتی که بر عهده شهرداری ها گذاشته شده آماده سازی پیاده روها برای تردد و عبور و مرور راحت مردم در فضاهای شهری است و بر همین اساس قانون پیش بینی کرده اگر کسی سد معبر کند، با توجه به آنکه موجب تضییع حقوق مردم است، باید با وی برخورد شود و برای فردی که سد معبر کرده جریمه در نظر گرفته شده است. محمد حاجیان شهری رئیس کمیسیون خدمات شهری میگوید به لحاظ اجرایی این اتفاق قانونی است و به همان نسبتی که نارضایتی به همراه دارد، بسیاری از مردم و کسره نیز از این موضوع رضایت دارند که علاوه بر زیباسازی و رونق اقتصادی، موجب ایجاد اشتغال شده است. حاجیان شهری معتقد است تعداد پیاده روهایی که در مشهد به این موضوع اختصاص یافته بسیار اندک است و به هیچ وجه مصداق سد معبر نیست، چرا که پس از تصویب این آیین‌نامه در شورای شهر مشهد از فرمانداری این شهر نیز مصوبه گرفته شده است و فقط در معابری امکان ایجاد این فضا وجود دارد که رفت آمد شهروندان و عابران پیاده دچار مشکل نشود. قدس آنلاین.